تو این ویدیو میخوام تو آموزش درست کردن سالاد اولویه رو بدم که سالاد خیلی خوشمزه است و خیلی هم معروف تو ایران و تقریبا همه اینو دوستش دارن. شاید وسط اونجا سوال باشه که چرا این دیگه آموزش دادن داره، ولی یه سری نکته هستش که تو درست کردنش اگه به کار ببرین سالاد اولویه‌تون خیلی خیلی خوشمزه میشه و یه سری موادی هستش که اضافه کنین خیلی خوب و عالی در میاد. اینا رو من بهتون نشون میدم و یاد میدم، علاوه به سبک و سلیقه و ذائقه خودم هستش، اگه دوست داره میتونیم درست نکنیم، ولی اگه هم درست کردیم خوشتون اومد که چقدر بهتر، من خوشحال میشم هم شما. خب اولین کاری که ما واسه درست کردن سالاد اولویه احتیاج داریم اینه که تخم مرغ و سیب زمینیش رو شروع کنیم به پختن و آبپز کردن. بعضیا دیدم سیب زمینی رو پوستش رو میکنن و با مقدار نمک اینو میپزن، این کارم میتونیم بکنین، ولی یه ایرادی داره، اونم اینه که وقتی پوست سیب زمینی کنده میشه و پخته میشه، کلسیومی که توی سیب زمینی هست و یه سری مواد عالی و خوبی که توش داره از بین میره و تو همون آب پس داده میشه و شسته میشه میره. به همین دلیل بهتره که همیشه سیب زمینی رو با پوست بپزیم، مگه اینکه واسه اون زیاد مهم نباشه، یعنی که بخواین مقدار نشاستش رو بیاریم پایین که سیب زمینی رو پوستش رو بکنیم و با مقدار نمک توی آب بپزیم. البته خیلی هم خوشمزه‌تر میشه اونجوری، ولی این ایرادم داره. تخم مرغ داریم، میتونی از هر تخم مرغ استفاده کنیم به جز تخم مرغی که مثل تخم قاضی یا تخم اردک هستن که اینا یه ذره طعم ماهی میده و اصلا جالب نیست. خب یه نسبتی هم ما بین تخم مرغ و سیب زمینی داریم، اونم اینه که مقدار سیب زمینی تقریبا 1.5 برابر بیشتر از تخم مرغمون باید باشه. حالا من 3 تا سیب زمینی به این بزرگی که گذاشتم، 3 تا تخم مرغ براش این گذاشتم، بیشتر از اینش نمی کنم. تخم مرغش همین اندازه کافی هست چون مواد دیگه هم قاطیش میشه و اونو پرش میکنیم، بیشتر از این ما نمی کنیم. این از این چیزش مرحلش. این چیزی که ما احتیاج داریم سینه مرغ هست برای پخت سالاد اولویه. البته بعضی هستن که دوستان هم مثلا گوشخوار هستن و چیز میگن گوشخوار گیاهخوار هستن و دلشون نمیخواد مثلا گوشتی چیزی بریزن، میتونن قسمت رو کاملا حذفش بکنن، همون گیاهیش بکنن. حالا اگه میخواییم مثلا به صورت روتینش درست کنی، حتما سینه مرغ استفاده بکنی. من دیدم بعضی مثلا رون مرغ میپزن و توی اولویهش رو میریزن. رون مرغ درست خوشخوراک هستش و یه ذره چرب و گوشت لطیفیه، ولی به هیچ وجه برای سالاد اولویه خوب نیستش، به این دلیل که یه بو و طعم خاصی داره و رنگش هم کمی تیره هستش. به همین دلیل هیچ وقت از رون مرغ توی پخت سالاد اولویه بر درست کردنش استفاده نکنید، همیشه سینه مرغ یا فیله مرغ استفاده بکنید. برای مقداری که من دارم یه دونه همین سینه مرغ کافی هستش، یعنی الان 4 تا تو این بسته من هست، این یه دونه رو من میپزم و آبپز میکنم و برای کارمون میذاریمش کنار. خب تا بقیه مواد رو من آماده کنم و واسهتون خورد خورد شرح بدم، ببینیم که اینا رو بپزیم. پختن اینا رو هم یه قلق خاصی داره، البته شاید خودتون بلد باشین، ولی برای صرفه‌جویی کردن تو هم تو ظرف و هم زمان پخت و هم مقدار انرژی، مثلا اینجا که خیلی مهمه و برق خیلی گرونه، یه راه حل بهتون یاد میدم که اونم شاید به دردتون بخوره و خوشتون بیاد. من یادتون باشه مادرتون مثلا مثلا اینا رو آبپز بکنه، همینجوری همه رو با هم می‌ریختن. بله مثلا توی قسم اون موقع به این چیزا به احساس این چیزا دقت نمی‌کرد. حالا وقتی که ما میخواییم این رو بپذیم، این رو کافی تخم مرغتون رو قبل از پخت توی این کیسه فریزری بریزیم، مندازیم بعد کلش اینجوری گره بزنیم تموم. حالا این رو بریزیم توی قابلمه، آب جوش هم اضافه کنیم یا آب بریزیم که بجوشه، این رو بزنیم قشنگ جوش، همزمان با هم اینا پخته میشه. بعد این با این کیسه باعث میشه که این آلودگی که توی پوست تخم مرغ هستش، مثلا باکتری سالمونلا که توش داره و خیلی خطرناکه، البته با آب جوش پخته میشه، ولی خب خودتون حساب کنید دیگه، آدم خوشش نمیاد مثلا چیزی که از فلان جا مرغ میاد بیرون و یا بذاره دهنش یا ترکیب بشه با قاطیه با مواد غذاییش. اینو بپزینش با هم دیگه، خیلی هم خوب میشه، همزمان با هم اینا پخته میشه، آلودگی هم دیگه منتقل نمیشه به ظرفتون، یعنی که دلتون چندشتون هم نمیشه. به جای اینکه من دیدم بعضی سیب زمینی توی قابلمه جدا میپزن یا توی قابلمه جدا، این کارو نکنید، اینجوری بکنید خیلی بهتره. نگران این آلودگی این پلاستیکش هم نمیشه، این پوست داره خودش هیچی نمیشه، اینقدر با پلاستیک خوردیم هیچی مونم نشده. و اما دومین تکنیکی که اینجا هستش و علاوه اینم باز شب بلد باشین، اضافه کردن هویج هست. این تقریبا چون شکست هست در واقع میشه یه دونه هویج،
یه دونه هویج هم همزمان با اینا بذارین، اینو آبپز بشه و پخته بشه. چرا این کارو میکنم؟ برای اینکه وقتی سالاد اولویه‌تون رو دارین درست میکنین، این هویجو که توش خوردون رنده میکنین، رگ رگای نارنجی خیلی قشنگی توش به وجود میاد، هیچ تأثیر توی طعم و مزهش این نمیذاره، اون رنگ قشنگشو به اینا میده، خیلی قشنگ میشه، واسه یه حالت مثلا حالت تزیینی داره، خودش هم کلی ویتامین داره، هم نظر ویتامینی هم نظر تزیینی و قشنگیش. یه هویج کوچولو همیشه به سالاد اولویه‌تون اضافه بکنین، خیلی قشنگش میکنه، چیز خوبی هم هستش. اینم دومین نکته. و اصلا مهمتر این که پوست هویج رو قبل از اینکه میخواین آبپز کنین بکنین. چرا باید پوستش رو بکنم؟ برای اینکه هویج زمانی که آبپز میشه پوست تیره میشه، زمانی هم که دارین رندش میکنین پوستش قشنگ اینجور جمع میشه، مثل سیاسیه میمونه توی سالاد اولویه‌تون و نمای خیلی زشت بهش میده. حتما با یه پوستکن قبل از اینکه میخواین چیز کنین پوستش رو اینجور بکنین، خیلی راحت و آسونه. حالا با کارد میکنین هرچی اینجور پوستش رو بکنین برای ناپزش بکنین، یه مشکل سیاه شدن و تیره شدن و زشت شدن توش به وجود نمیاد. در از هویج اینجا هم خیلی هاشون توش شن و ماسه داره و بهتر که پوستش کنده بشه، چون نمیدونم اینا رو تو خاک مثل که نمیکنن، تو ماسه نمیدونم چه خاکی میکنن، همیشه توش یه ریگ و شنای خیلی ریزی هست. خب میبینیم که اینا رو شروع کنیم بپختن. خب من آب رو ریختم توش و به این شکل اینا هم توش قرار دادم. ببینید سیب زمینی های کنار تخمه هم اینجا، هویج هم همینجوری قشنگ خودش پخته میشه، هیچ نمک و چیزی هم اضافه نکنید. بعد آب جوش هم اضافه نکنید، یه ذره اینو بذارید، به این دلیل که اگه آب جوش یه ذره بریزین تخمه مرغتون ترک میخوره میشکنه. همین آب سرد بریزین زیر گاز روشن کنید، درش هم بذارید، در قابلمه رو که بذارید آب خیلی سریعتر جوش میاد و بذارید کاملا آروم آروم جوش بیاد و شروع کنیم به پختن. این تا اینجا. خب حالا میریم که مرغ رو شروع کنیم به پختن. حالا مرغتون رو با یه دونه پیاز کوچیک اندازه گردو میذارین قشنگ بپزه. آب هم لازم نیستش که تا یقش پر بکنین و شیش من آب بریزین، چون یه تیکه مرغ هست و خیلی هم سریع سینه مرغ خیلی سریع پخته میشه، مگه اینکه میخواین مثلا یه سوپ یه نفری یا دو نفری هم پشت سرش درست بکنین. خب آبش رو زیاد بریزین وقتی که این مرغ پخت، مرغ رو در میارین توش آبی که میمونه رو بریزین تو سوپتون. این کارم میتونین بکنین، خیلی هم خوب میشه و عالیه. هرچی روش های گشادیه نفسه مرداست بهتون آموزش میدن. این یه مدل دیگه خواهیم اصلا مرغتون بزنید کیسه بکنید، بزنید که فریزه دستتون تسکی نشه، کیسه فریزه اینجوری باز کنید، بس دارو بکنید توش یه دونه اش اینجوری قشن بردارید برید بالا کیسه اینجوری سر و فرق بکنید. آزه آماده دستتون کاملا خشک کسی پیان نمیشه. این هم یه روش دیگه. خب مرغمون هم شروع میکنیم به پختن. یه ذره آب جوش میزنم، اینم آبش رو کم میزنم که تا همین مقدار کم پخته بشه. پیاز رو دو قسمت کردم. چرا این کار کردم؟ میخواییم که میخوام چون راحت میخوام این رو سواش بکنم، یعنی گوشت رو توش در بیان یا آبش رو جدا بکنم، اگه خیلی ریزیز بکنیم تمام اینا جدا جدا میشه، موقعی که آبش رو میخواییم سوا بکنیم یا جدا بگیریم همه اینا میاد توی مجموعی از صافی استفاده کنیم. ولی وقتی پیاز درسته باشه با یه قاشق قشنگ اینا درسته میکنیم، برمیدارین رو میندازینش کنار، یه اینقدر کسافت کاری نمیشه. یه ذره فلفل سیاه بهش اضافه میکنم، همین زردچوبه بهش نمیزنیم، میخواییم که میخواییم بریزیمش توی سالاد اولویه و زردچوبه خوب نمیشه. اگر مرغتون یه ذره بو میده میتونین یه دونه برگ بو هم توش اضافه بکنین و اون مشکل نداره، ولی معمولا سینما بو نمیده. خب اینا هم میذاریم بپزه، اینا هم که داره کم کم به جوش میاد و پخته میشه. دیگه کاری نداریم تا وقتی که اینا پخته بشن. پختن اینا هم یه زمان خاصی داره که من وقتی که آماده شد میام بهتون نشون میدم که چی کار بکنیم که شفته مفته و این چیز رو در نیاریم. خب اینا تقریبا بعضیشون پخته شده آماده است. تخمه ها که ما کاملا در میاریم، اگه تخمه ها خیلی سریع پخته میشه این میذاریمش کنار. هویج هامونم کارت میذاریم قشنگ میبینیم وقتی که نرمه اینا رو هم در میاریم این هم پخته شده، نمیخوایم بذاریم اینا له بشه. یعنی وقتی این پخته شده دیگه اون سیاهی روش باقی نمونه، اگه با پوست پخته بودی این قشنگ سیاه میشد. سیب زمینی هامونم چک میکنیم.
مثلا مغزش یه ذره هنو سفته میزن بمونه، این هم همینطور یه ذره دیگه پخته بشه. این دوتا البته تقریبا آماده است، این یه ذره دیگه کار داره، 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه میذاریم. مرغمونم این پیازش کاملا درسته مون، این باعث میشه که خیلی راحت بتونین رو سوا کنین. هم یه ذره هنو سفته، یه دو برگردوندم که هم پخته بشه و دیگه آماده بشه. خب سیب زمینی ما دیگه آماده است، زیرش رو خاموش کنم. ببینید یه ترک های روش میخوره، این دیگه آماده است، از این بیشتر نزدیم بشه. بعدم اگه میخواین یکم دیگه مثلا یه 10 دقیقه رو بنیم سن یه ساعت بعد سال دولویتون درست کنید، حتما این آبی که تای قابلمه هست خالی بکنید. اگه این آب رو بزن بمونه جذب سیب زمینیتون میشه. سیب زمینی کم اینجا ما داریم باعث میشه که به صورت خمیر در بیاد، آبو به خودش بکشه. اولویه که درست میکنین خیلی آبدار بشه، خیلی بد در میاد، اصلا افتضاح میشه. این نکته رو حتما رعایت کنین. شیک آبشو من خالی کردم و اینا رو میذارم که کمی سرد بشه، بعد پوستشو بکنم و شروع کنم به رنده کردن. یه نکته دیگه هم باز بهتون یاد بدم، آبی که تای قابلمه سیب زمینی پخته میمونه اینو بذارین سرد بشه و بدیم به گلدوناتون. خیلی واسه برای گلدون خیلی مفیده و تو رشدش خیلی تاثیر خوبی میذاره، البته سردش، نه اینکه داغ و جوش بریزیم پای گلدون. نکته دیگه بهتون یاد بدم، به واسه اینکه تخم مرغ از آب جوش در آوردین تو آب سرد برش بدیم، این باعث میشه که زرد تخم مرغ سیاه نشه و کاملا زرد و طلایی باقی بمونه. این نکته هم حتما رعایت کنید. در ضمن باعث هم میشه که پوستشو خیلی راحت بتونید شما بکنید. اینم یه دونه ترفند دیگه واسه درست کردن اولویه. خب همه مواد ما پخته شد و شروع میکنیم اینا رو پوست کندن و رنده کردن. این وقتی که سرد میشه تو آب سرد میندازی خیلی راحت پوستش کنده میشه و قلفتی در میاد. برسیم به سیب زمینی. سیب زمینی رو همیشه سعی بکنید که ولرم رندش بکنید، سیب زمینی نباید سرد شده رنده بشه، این حتما بهش دقت داشته باشید. بعد من بعضی هم دیدم که سیب زمینی میگم با گوشکوب له میکنم واسه سال دولبی، آب گوش که نیستش که این کار بکنید، حتما باید این رنده بشه. اینکه ریز ریز درش درش اینو چیزش کنیم، خورد کنیم، یه دونهش رو درش خورد کنیم بریزیم توش، بقیهش رنده شده اگه میخواین یه ذره درست حسابی خوب بشه. اصلا اینو نکوبینش خوب نمیشه. خارج کشور هم اگه زندگی میکنین از این سیب زمینی که قرمز هستش اگه پیدا کردین اونا خیلی برای سال دولبیه بهتره، هم طعم بهتر میده هم که وا نمیره. روی سیب زمینی ها هم حتما بخونیم. بعضی سیب زمینی ها اینجا هستش که مال درست کردن پوره سیب زمینی، به هیچ وجه از اونا استفاده نکنیم، برای که اونا هم آب میکشه به خودش هم که مثل آرد میشه، این خمیر در میاد بعد اینکه پخته میشه. اینجا سیب زمینی ها برعکس ایران که تقریبا یه جور هستش، برای هر کاری یه جور سیب زمینی اینجا درست کردن، یعنی در واقع گذاشتن که شما میتونید اونا رو بخرین و استفاده کنید. خب من بقیه هم پوست میکردم و بهتون نشون میدم. رنده کردن هم حتما باید با دندونه درشتش باشه. ببینیم این رنده درشته، این رنده ریزه، از این استفاده نکنه، حتما دندونهاش درشت باشه. ناخوناتون هم مواظب باشین، ببینید قشنگ طلایی در اومد، زرد خوش رنگ. یه نکته هم در مورد سیب زمینی بگم، اگه سیب زمینیتون جوونه زده باشه یا کهنه باشه این رنگش یه ذره کدر میشه، تیره در میاد، این خوب نیست. سیب زمینی اگه تازه باشه قشنگ خوش رنگ و زرد خوب در میاد.
حالا سیب زمینی. این ولع باشه دیگه دستتون هم نمیسوزه. تهش هم میتونید همینجوری فشار به اینو بریزین داخلش. نمسهمن اگر پوستش رو کندیم با نمک پختیم، موقعی که داریم توش نمک میریزیم حواستون باشه شور نشه. هویجان هم به این شکل رنده میکنیم. تواش هم بخوریم. خوش رنگ و خوب در میاد. رنده رو خوب تمیز کنید تو حیف چیزی نمونه. خب این آماده. این سراغ تکنیک بعدی که شاید خیلی بلد نباشم و نم اضافه کردن کره هست. اگر کره قالبی استفاده میکنیم، وقتی که سیب زمینی رو رنده کردیم و همین دلیل من گفتم باید ولرم باشه، گرم باشه، شروع کنید یه دونه حدود مثلا برای این مقدار 20 گرم کره رو رنده بکنید توی سالاد الویه‌تون. خیلی مزهش متفاوت میشه با سالاد الویه که توش کره نداره. درسته یه ذره ناسالمه ولی ارزشه، چون همون سس مایونزی که شما دارید میریزین توش خودش کلی چربی و روغن داره. بعد اینو که اضافه میکنید خیلی خوشمزهش میکنه. یه بار حتما این کار بکنید، تست بکنید ببینید چی در میاد. اینا به همین دلیل من گفتم که ولرم باشه، داغ باشه، این کره توش حل بشه، با سیب زمینی و تخم مرغ و اینا بشه مخلوط بشه و تو خوردش خیلی مزهش خوب و عالی در میاد. یه بار امتحان کنین، ضرر نمیبینه. یعنی هویج هم که ریختم توش بچه‌ها خوش رنگش میکنه، هیچ تأثیری هم توی طعمش نمیذاره و شیرینش میکنه. مزه هویج رو شما حس میکنید، یعنی عوضش خیلی قشنگ میشه، رگه رگه نارنجی در میاد توش. خب این آماده است. برای موادش من بهش شروع میکنم اضافه کردن. خب کار بعدی چیه؟ کار بعدی اضافه کردن زیتون هستش. زیتونی که تلخیشو گرفته باشن بده هسته باشه، این مقدار کمی خورد بکنیم میرزین تو اولویتون. خیلی خیلی خوشمزهش میکنه. اینو حتما امتحان بکنین. این به این شکل کار اینجوری ریزیز بکنین، خیلی مزه خوبی بهش میده. اینو همش متداول نیستش توی درست کردن اولویه. من خودم اختراع کردم، یعنی اختراع که نکردم، در واقع سلیقه و ذائقه خود من هستش. به نظرم خوشمزه اومده، واسه همینم میگم اگه دوست داری این کار بکنی خیلی مزهش خوب میشه. یه بار امتحان کنی، ضرر نداره. اینجوری خورد خوردش میکنم ریز ریز و به اولویه هم اضافه میکنم. مثلا 15 تا 10 تا حب زیتون رو خورد میکنم میرزم داخلش. این کار میکنم و دوباره میام بقیه رو بهتون نشون میدم. من زیتون ها رو اضافه کردم. حالا میرسیم به نکته بعدی. من همیشه یه دونه پیازچرم توی سالاد الویه خورد میکنم و میرزم. این هم خیلی خوشمزهش میکنه. اگه دوست داریم بریزین، اگه نه که هیچی، بلند صرف نظر کنید ازش. هیچ اجبار و چیزی توش نیست. من خودم
چون طعمش رو دوست دارم میرزم. پیازش هم طعم پیازش خیلی ملایمه و آزاردهنده نیست. توی همون قسمت سفیدی رو بریم داخلش، ولی خیلی خوشمزهش میکنه. اگر طعم پیاز خوشتون میاد یه دو پیاز چرب توش بریزیم، بعدتون هم نمیاد، خیلی خوش خوراک میشه. حتی جایی که میتونیم ریز ریزش بکنیم. میرسیم به خیارشور. خیارشوری که واسه اولویا میخواین انتخاب بکنید حتما باید نمکی و ترش باشه. من اینجا چون خیارشور چند مدل هست، یه مدل هم هستش که شیرینه، اونا اصلا خوب نیست و بهتر که اونا رو کلا بیخیالش بشین، نوعی رو انتخاب کنین که شور و ترشیش بیشتر و قشنگ شوری خوبی توش حس میکنه، مثل مال ایران. هم هر سایزی که خودتون دوست دارین میتونین خورد بکنین. بریزید خیارشور اولوی یه ذره بیشتر باشه خیلی خوشمزه ترش میکنه. این کارم میتونین انجامش بدین. اینا مال اسرائیل هست و خیلی خوشمزه و این دقیقا همون خیارشورهایی هستش که به صورت باز ما ایران میخریدیم. اینم به این شکل خورد بکنین و داخل اولویتون بریزید. خب میرسیم به یه قسمت دیگرش که ادویه ها رو میخواییم به اضافه کنیم. فلفل سیاه هرش اضافه میکنیم. اگه دوست داریم که این سیاهی دونه فلفل توش مشخص بشه میتونی از فلفل سفید استفاده بکنی. بعضی این کار میکنن که این دونه های سیاهش مشخص نشه، مثلا خیلی میخواییم مجلسیش بکنه. مثلا مهمی میتونیم به مقدار شخص خود فلفل استفاده بکنیم. بقیهش رو مثلا من از فلفله که دونهاش یه ذره درست خورد شده استفاده میکنم، این بیشتر دوست دارم چون زیر دندون میره و تندی خوبی داره. هم بهش اضافه میکنیم، نمک هم بهش میزنیم، کمی هم بهش نخود فرنگی اضافه میکنم. اگه هم دوست داری میتونی نریزین، اینم خیلی خوبش میکنه، خوشمزه میشه. تا اینجا ببینین چقدر غذا کاملی شد، همه چی تقریبا توش بود. حالا میریم سر وقت مرغمون. مرغمون رو یادتون باشه قشنگ پخته بودیم. یعنی من آب چون کم ریخته قشنگ آب مرغ رفته و به خوردش و هیچیش نمونده. این قشنگ اینجوری ریشش میکنیم میرزینش داخل اولویتون. مرغ هم اگه پختین وقتی که توش آب داشت به هیچ وجه مرغ رو داخل آب مرغ نذارین. اگه بذارین مرغتون بو میگیره. سریع از مرغ از توی قابلمه و توی آبش در بیارین، بذارین توی یه دونه پیش دستی یا ظرف بمونه، چون اگه تو آبش بمونه قشنگ بوی بدی میگیره، حتی اگه سینه مرغ هم باشه. این هم یه نکته دیگه که در مورد مرغ باید بدونید. مرغ من با نمک پختم، خودش هم کمک میکنه به مزه دار شدن اولویتون. نمک رو آخرین مرحله اضافه میکنه. من که چون خیارشور هم توش داره هم بقیه مواد هم ممکن نمک داشته باشن، میچشیم اگه نمکش کم بود یه ذره نمک اضافه میکنیم، از اول بهش نمک نمیذاریم. این تموم. نمازید. خب من یه چیزی هم باز به صورت دل بخواه به این اضافه میکنم. سالامی هستش که سیر داره و اسموکی یعنی دودی شده. خیلی مقدار کم، 3 تا دونش رو به این اضافه میکنم. واسه اینه که یه طعم و عطر سیر و دودی شده به این اولویه میده، خیلی خوشمزهش میکنه. اینو هم حلال هست و پرکه و هیچ مشکلی هم نداره، میتونیم چیز دیگرش هم دوست داریم بگیریم. ریز میکنم خیلی. حالا سالامی نداشته میتونی از کالباسه دیگه استفاده بکنی. درست سالم نیست ولی مقدار کمش بد نیستش. حتی بیکن هم میتونی استفاده بکنی، اونم خیلی خوب میشه و چیز عالی در میاد.
قشنگ ریزشون میکنیم. اینو قشنگ اضافه میکنیم به این به عنوان طعم دهنده و خیلی خوشمزهش میکنه. خب تقریبا کار ما تموم شد، همه چی رو بهش اضافه کردم و حالا اینو شروع میکنیم به مخلوط کردن. من ظرف هم یه ذره کوچیک شد و همین دلیل ظرف رو عوض کردم و اینطور شروع میکنم هم زدن. ببینید چه خوشرنگ و قشنگ هم شده. خب زیاد هم نمیذاریم که اینا له بشه. حالا میریم سراغ درست کردن سس که اونم باز یه دونه ترفنده، یه سری ترفنده خاص خودش رو داره.